درود، پدرامیت هستم. مودی گل هستم و خوش اومدی به کانال پدرامیت کوک. پدرامیت کوک. امی خلوت ترک جدید داده پس از مدت ها. نه بایی که الله امی خلوت. میوزیک پرودکشنش ماهان امه. ساوند انجینیر شایار. یا شایار. شایاره دیگه شایار. شایر. شایر. ویژوال آرتش هم حال ندارم بخونم، خیلی اسمش شدنیه. نه بخون دیگه بابا، آخه نمیشه خون. AMIWNREXKX سلیسا. آره خدایی، توی انتخاب اسم جدیدن بچه ها خیلی دیگه دارن. بریم دیگه، اینقدر طولش نه. آمده ای؟ آی شقب با حال این پسم. بچه سابا بزنید که بریم. آه من دوست ندارم به ما هم باشید. این جدیدن که ویژوالایزر ها یه جوری شده که کاور رو میندازن رو تصویر، اون پشت ویدیو داره خوبه ها. یه بار دو بار این رو البته تا حالا امیر خلوت تو این سبک کار نکرده. خب چی باشه دیگه؟ خب خودشو ببینیم این چیه، این عکس روشه. بچه ها یه مگس هست پتمون شده، یعنی حیوان خونگیمون شده، میاد میچسبه بهمون، میاد تو تخت خوابمون، با همون ارتباط برقرار میکنه، داریم ادیت میزنیم میاد رو تصویر، هنونم ای دور ما میچرخه. مگس بشین بشین. دل همه یه جای خالی انگاه که کنسل همه جوره به همه فکران. این خودشه؟ نه. نه؟ هی روزا میگذره روی تکرار، از این زندگی سمم شده من فقط کاش باشگی بگه. این چیزی که الان گفت 90% ایرانی ها این جمله باشون رابطه نزدیک و تنگاتنگ داره، که همه چه میگیم ای کاش. پرودیوسش هم امید هنروره. بعد چه میگن تو چرا انقدر سیاسی حرف میزنی؟ خب اون رژیم اون یه جوریه که اصلا هیچ آینده ای روشنی واسه جوونا، حتی پیرا، مادرا، پدرا نیست. بولشو همشون بوده یه خواب انگاری، خونم رو ساختم من از افرشو آ، یه وقتایی باید خودت رو بری تو دست و پا، میرم مسیریو که نمیتونم تهش کجاست. میرم مسیریو که نمیدونم تهش کجاست. باحاله. یعنی امید با اینکه شعر یه خورده دارک بود، یه خورده که چرا کنم خیلی دارک بود، باز توش یه جوری امیدو تزریق کرد، میگه من ادامه میدم حال با اینکه نمیدونم به کجا میرسم، ولی من اونی هم که کم نمیاره. اینشو دوست داشتم. درستش هم همین، اصلا باید رها کرد بعضی وقت. کاش دود نمیکرد ابریمو، نمیشدم پشیمون روزو به هر کی میگم، نمیشدم خمار یه لحظه شیرین توی روزا که همه دارن تلخی میگن. کاش خیلی لحن و صداش باحاله. تو رپ فارس یعنی واقعا اینو کم داشت. بعد این دهنی کجش رو یه دونه میگم با این دهنی کجم، اون پانچش تو مخ من هک شده تو امیر خلوت با این دهنی کجم. ولی چیزی که هست، مثلا من هیچ وقت اصلا متوجه این موضوع نشدم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به چشم بیاد اصلا متوجهش نشدم. خب باحاله، چیزم دهنش کجه، سیلوستر سالونه دهنش کجه با موسیقی کلوختش، خیلی باحاله، چیز بدی نیست، اتفاق بدی نیست. همون دیگه، یه سری نقصا توی بدن خوشگل میکنه، مثلا شکستگی ابرو متمایز میکنه آدم، متمایز باحال میکنه آدم، باحال میکنه، خیلی بی‌تریتی قیافتو جذاب میکنه. نمیزدن اجد به روح افتادم و کاش دور بشه چشمی که نتونه ببینه، نشه کسی با سرفتن به اونه بگیره. کاش با محبت دل خار نمیشدن، کاش دشمن و دوست یار نمیشدن. کاش با محمد کاش با محبت گلا خار نمیشدن. برعکس چرا گفت؟ با محبت خارا گل میشون. نه دیگه، گلا خار میشن دیگه جدیدن. جدید. با محبت واقعا هم همینه، اصلا نمیدونم چرا. بعد من میدونم الان ما توی یک زایم، دنیا توی یک زایمان قرار گرفته که به اوج درد و خونریزی و کمپارگی، یعنی رحم پاره شده، آب داره میاد، مادر زمین داره گایده میشه، که ما هم توش هستیم، سلوله های این مادر هستیم، داریم گایده میشیم، ولی قراره یک تولدی رخ بده که اون تولده
باعث میشه یه سری ها بین برن، یه سری ها بیان بالا. یعنی برای از قدیمون ایام همین جوری بوده، انسان در تمام طول تاریخ داشته گاییده میشده. نه نه نه، الان خیلی همه داریم گاییده میشیم، خیلی دیگه همه افسرده و ناراحت و پلیدی زیاد نشده. سکس و شهوت الان خوب پلیدی زیاد شده. با قدیم مثلا اجداد ما مثلا میانگین عمرشون 35 سال بوده. نه بابا چه کوچه، به خدا تو نه شکارچیا که مثلا اون زمان خیلی قدیم زود به گاه میرفتن 35 سال مثلا دیگه میانگینش بود. اکثرا هم تو بچگی مثلا نوزادا میمردن، همش داشتیم قاعده میشدیم دیگه. ولی خب کیفیت زندگی شادتر بودن، الهاز زندگی پویاتر زندگی میکردن تا الان. الان نگاه میکنی بخش زیادی از عمر افسردگی و حال بدی هستی. آره مثلا همه ADHD دارن الان جدیدن، خیلی زیاد شده. مثلا چرا باید یه سری اختلالای روانی انقدر زیاد شه؟ بخاطر بخشش بخاطر مدیاس، بخشش بخاطر وای فای. اوه یه ویدیو بچه رو دیدم از وای فای، وای فای روشن. اول وای فای خاموش رو گیاه ها در عرض حالا نمیدونم چند ساعت، 50-60 ساعت رشد کردن. وای فای روشن گذاشته بود گیاها، کونشون پاره شد بعد 50-60 ساعت یه چوسه مثلا زد بیرون. اینقدر تاثیر داره رو گیاه. شبا خاموش کنید میخواید؟ آره شبا ما الان تازگی ها شبا وای فای خاموش میکنیم، گوشی رو حالت پرواز، یک خواب راحت و آروم. من چه ربطی به ریاکشن داشت ما این همه صحبت کردیم؟ ما به خاطر همین زرتیپورت های مفیده بودیم. بچه ها دارن هرس میخورن، نصفش اینجا رو زدم جلو رفته. اگه نظری جلو بنویسم پاره میکنم واسه مادی نشه، کاش این حال بی خودم، کاش دو تا چش دیگه داشتم واسه پشت سرم، اما میدون نمیدیدیم واسه دور زدن، کاش دیگه نه. چه قشنگ غیر باحال می نویسه. کاش دو تا چش داشتم واسه پشت سرم، میدون میدیدیم واسه دور زدن، باشه دلیلی واسه قور زدم، به شرا راست بره پام باشه پر چپم، کاش میچربی جور عقلم به قلبم، جالو نبینم دلم از زم خست از هیچ وقت. وای چقدر فلوالی بود، خیلی خوب بود، خیلی فلو شد دوست داشتم. یه بار دیگه فلو رو بریم بعد دوری دم دم بده 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 رام دم جملش هم خیلی قشنگ. آره جملش هم باحال بود، پر چپم کاش میچربی جور عقلم به قلبم، جالو نبینم دلم از زم خست از هیچ وقت، نمیشدم طرف خودم یه جوری کنگ و دستم اسلحه برعکس، کاش کلی. وای خیلی باحال داره میگه، اصلا یه برعکس سمت خودمه. ای چقدر قشنگ نوشته این کارو. کاش نبود تو دلم قله آرزوام، نبود نوک کوه قم، کاش اینم از هم سی نبودیم، نبود تنها راه آرامشم زیر زبونی، کاش زیر زبان، قرص زیر زبونی. یه سر اون قرصی که زیر زبون می‌زنم معمولا مال قلبه، مال استرسه. نبود زیر زبونی کاش، نبود تن راه آرامشم زیر زبونی کاش، که دلم یه جای خالی کار که کنسل همه جوره به همه فکرام. ای کاش اسم این خواننده هم که این تیکر رو داره میخونه رو مینوشت دیگه. قشنگ نبود؟ درست نبود؟ چرا؟ بد نگفتم؟ خود شعر گفتم یا درست گفتم؟ حق گفتم؟ حق میگه؟ چی میگم؟ این روزا میگذره روی تکرار، از این زندگی سمم شده، من فقط ای کاش یکی بگه پرش و همش بوده یه خواب، انگاری خونم و ساختم من از افرش و آب، یه وقتایی بای خودتو بری تو دست پا. صداشو خیلی دوست دارم. همون دیگه باید می نوشت دیگه، این لطیف و باحاله. تو دیسکریپشنز ننوشته؟ بذار ببینم. آها نوشته کراس داراب. ببین سریع قضاوت نکن آدم را بی تربیت. میرم مسیری که نمیتونم تهش کجاست، کاش نرسیدن تن همه مسیر را نبود، واسه کینه تو سینه یک کسی جان نبودم، تو خاک خودم غریب تر غریبا، حال و روزم حال و روز اسیر رو نبود. ببین به این میان یک رپر درست، سیاسی کار نکرد ولی خب یه تیکه انداخت که کاش آقا من تو خاک خودم انقدر غریبه نبودم، انقدر بدبخت نبودم. سیاسی نبود ولی یه تیکه انداخت. به این میان رپر، یه سری رپر اینجوری، یه سری رپر که سکوت کردن اصلا انگار نه انگار وجود دارم، یه سری رپر که خایمالی میکنن. این سه دسته رپر داریم، وسط باز، سمت مردم، سمت حکومت. واقعا خیلی بده الان دارم بهش فکر می‌کنم، ما تو خاک خودمون که غریبیم،
تو خارج هم میایم مهاجرت میکنیم بازم غریبه، یعنی واقعا هیچ جایی رو واسه موندن رو این کره زمین تخمی نداریم ما ایران. سیاوش خمیشی آهنگ باحالی داره، میگه که توی خونه بهمون میگن تروریست، بیرون از خونه بهمون میگن تروریست، توی خونه یه چیز دیگه بهمون میگن نیست. ولی خب هر آهنگش قشنگ یادمون افتادن. میدونی کدوم کار رو میگن؟ نه من بیلش کنم بشت نبگیرین. آخه ببین مثلا توریست ها میان تو ایران سیم کارت نمیدونم آزاد بهشون بده، حجابشون آزاده، آزاد باشه، مشروب میتونم بخورم. میدونستی که توی هتل ها به خارجی ها مشروب میدن؟ ولی خب ایرانی ها نه، افسوس. کاش نمیگره فاسفاد بوی خون سرد نبود، 30 سال آزگار رو بروم نمیشه. کاش نمیگرف آسفالت بوی خون. خیلی داره قشنگ غیر مستقیم میزنه، خیلی داره خوشگل کار میکنه. شدم دلیل موی سفید بابا، کاش با نذاره کسی سری کسی باشه بالا جاش، کاش بشه زد پل واسمون یه بارم بقیه به ما بگن خوش به حالتون، جو فوچ نباشه تو مشت آرزون یه بازن یه بارم بقیه، منظورش خارجی ها که خوش به حالتون. شما ایرانی ها خیلی دارید حال میکنید. یا نه کلن شاید ببین دیگه... پوینتی که من از این حسی که من از این آهنگ میگیرم از زبون ایرانی ها خونده شده انگار، میدونی یه جوون ایرانی. شاید هم از نظر یه آدم دپرسه، ولی چون همه ایران دپرسن اینو به خودشون میگیرن. آه نه دیگه، داره میگه آسفالت بوی خون نگیره، اونم میشه نمیدونم غریب نباشیم. داره اسکار، کلمه اسکار، چرا اسکار؟ ای کاش میذاش بگید نه بود زندگی بده روی خوش بمانشون، هر کی میاد زن گوه. ببین میگه به ما، نمیگه به من، میگه به ما، از زبون اکثریت خونده شده. زندگی بده روی خوش بمانشون، هر کی میاد زن گوه به عالمون، تا پا میشیم به صورت نزنین صبح نقابمون، خوشحال نشوندیم وقتی پر غمیم، نقش واسه هم بازی نکنیم بدن اسکار بمون. آه واسه همین گفت اسکار، نقش بازی نکنیم به اسکار بدن، نکنیم بدن اسکار بمون. کاش بشه برگردم به رویای بچگی، تخمم نباشه این دنیا دستکی، کاش میشد بشم افتخار مامان، تو هم دنبالم نیا چون پر اشتباه جاپام. کاش برس چی؟ گفت چی؟ مامان تو هم دنبالم نیا چون پر اشتباه جاپام. کاش اینطوری که میگه به نسل بعدی میگه، به خواهر برادرای کوچیکترمون میگه که آقا ما که هیچ پخی نشدیم، امیدوارم شما یه پخ بشید که حداقل کود باشید به درد بخورید. برسه به گوش خدا صدا مرو، نبینم تو آینه که خونه دوتا چشام گوش، هر کی میاد نخوادم مشتت به قاپه، کاش بشه پاشی ببینی کلش خوابه. بعضی وقتا فکر میکنم اگر رژیم عوض نمیشد و شاه با همون فرمون میومد الان چقدر، مثلا فکر کن تو ایران پر جی کلاس بود. میدونستی که شاه 49% شرکت بنزو خریده بود، سهام بنزو خریده بود، بعد جی کلاس هم سفارش خود شاه بود. تو ایران مثلا دیگه جی کلاس مثل چیز بود، مثل پراید بود، مثل پژو بود، هر طرف میرفتیم جی کلاس میدیدیم، ماشین بنز بی ام و، مثل زمان شاه دیگه، ماشینایی که اون موقع بود بنز بی ام و شورولت، نمیدونم ماشینای خفن اون دوره. اندینگش هم یه خود طولانیه به نظرم. خیلی کار قشنگی بود، بی نهایت زیبا بود این کار، واقعا تشویق داشت، واقعا دمش گرم، زیبا بود، خیلی حال کردم باش. خلوت هم جزء آرتیست هایی که خیلی کارشو گوش ندادیم، ولی این کارش خیلی به دلم نشست. آره خیلی خوبه خلوت، خوب اصلا رپرهای خوبی داریم خدا وکیل، به غیر از یه چند تا انگشت شمارشون که حکومتیان، بقیه شون خدایی خوب هم. دپرس شدم اصلا آره. اصلا داشتم امروز با همین چیزهای خور دپ بودم، داشتم همین فهم میکنم تا بچه بودیم همه چی بهتر بود. اینقدر دوست این باز شرایط بد بود، مثلا من خودم خب بچگی شرایط سختی بودم، ولی مثلا همین که بچه خودش کافیه، چون خیلی فرهاد مهراد میگه که قدیما غم بود اما کم بود. اکثر مخاطبان خب سنشون پایینه دیگه سوگل،
ولی اینو باید بدونید که بهترین تایمتون همین تایم 10 تا 20 ساله. 20 که رد میکنین کم کم مشکلاتت بزرگتر میشه، دغدغه‌هات بزرگتر و تخمی‌تر میشه و بگاهی ها شروع میشه. تازه عاشق میشی، دلت میشکنه، بدهی ها میاد، قبض باید پاس کنی. وای نگو. آره، پس دنبال این نباشید که بزرگ شید و از امروزتون لذت ببرید و لایک بزنید. ویدیوهای مادایا رو پدرامیت و امودی گل رو ساپورت بکنید، چرا که بزرگ بشید دیگه وقت نمی کنید ویدیوهای ما رو ببینید. بنابراین ما اونایی هستیم که شما باید لایک بزنید، سابسکرایب باید بکنید، باید کامنت انگلیسی بذاری. میفهمی که چی میگم؟ وای لنزه توش معلومه، شما هم داری تخم چشم من میبینی. داره مرسی که با هم بوده، دوستتون داریم. سوال شبتون بخیر. اینو دیگه نمیذارم، میدونی چرا؟ چون تو آره این برگه بتونی خودتو ببینی. بنابراین این آخرین باریه که ما از این لنز استفاده میکنم. نه بال بود لنز رو دوست داشتی؟ بکن لنز همین لنز رو بکنم. اونی که این دوربین رو داد دست آخره رو بنده خدا روش. فقط یعنی مکالمه های ما کجا کجا میرسیم رشاد؟ کاش با چرخ خیلی بیشوری، خیلی بیشوری. این چیه که با چرخش خاکش کنن؟ رشاد چی میگی؟ بی تربیت. منم سعی کنم نخندم. اوقا راجه ببین قبرش رو باید بقل کسی که چرخ خود دستش خواهی میگن که از زیر بتونه ورود بده نگاستش چرخ و چرخش هم بذارید بقلش که آقا این بغلی با شماست، خودتون میدونید دیگه. یه تونل هم بزنید که من میگه بس باشن. چقدر دنیا عجیبه. دمش کم با امیم با اون ویدیو فوت کردنش هم یعنی باز آدم یادش میکنه. خیلی بیشوریش متوجهش میشید یا فقط من متوجه این موضوع میشم؟ مردی مرده، شاید الان بچهش، دخترش، پسرش، خانوادهش دارن این ویدیو رو میبینن ناراحت میشن. من نیم تو مراسم های ختمم همینجوری هم موقع سنگم نمیدونم چرا خندم میگیره خبره مثلا. من میدونم جایی که اصلا تو نباید بخندی این که نباید بخندی خنده داره. همین موضوعی که نباید بخندی خنده داره. نه مثلا دوستم داشت تعریف میگه، میگفت آره مثلا یکی بود اینجوری شده ساکن. بود بعد اینجوری آره. بود زندگیش اینجوری بود، این کار رو که این کار بعد فلان اتفاق بود مرد. خنده برادرم فوت کرده و رفته بودیم سر خاک سپاریش. بعد چند تا قبل مرتر چند نفر اومده بودن، گفتیم فاز گرفته بودم که به اونا هم مثلا یه تسلیتی بگم، به دور اطرافی همون تسلیت بگم. بعد رفتم بغلی گفتم که چیز خوندم این چیه فاتحه خوندیم و اینا. بلدی فاتحه بخونی؟ آره دیگه قلو بلو بسم الله سب کنی من که اینجور فهم میزنم. چرا باید بزنی؟ حالا اینو گوش بده. رفت گفتش که چی شد کیتونه؟ گفتم برادرم چرا فوت کرد؟ گفتم که سرطان داشت. بعد من گفتم این کیتونه؟ گفت مثلا فلانی، حالا یادم نیست کی. گفتم چی شد فوت کرد؟ گفت توی ساختمون. گفت تو ساختمون. گفتم چجوری شد دقیقا؟ تو ساختمون پرت شد. خدا منو ببخشه ولی بنده خدا خیلی کیری مرده. این فرغون پر بوده اومده ببره از روی این چیزا دار بود ببره بالا، رفته بالا برگشتنی این دستش رفته بود. خیلی بیشوره میخنده. با خاطر این مرگ تعریف نکن مثل من الان. بعد اینقدر جلو خودم گرفتم که نخندم، قشنگ یه قده تو روح و روانم شد. آخه خدا... خنده نداره واقعا نورت عادی خنده نداره ولی خیلی کیری مرده بود بنده خدا. با قطع کنیم ویدیو رو، چی داریم میگی؟ این ویدیو رو ببین و با رخص اینجا راحت میتونم قطع کنم.